به نام خدا. با سلام خدمت همه شما هنردوستان گرامی و بینندگان عزیز، امیدوارم هر جا که هستین سر حال و سلامت باشید. با یکی دیگه از برنامه‌های آموزش گل بلندر در خدمت شما هستم. آموزش این برنامه اختصاص داره به گل میمون که من وسایل مورد نیاز اون رو برای شما معرفی می‌کنم. نوار کاترین، سیمچین، پرچم ریز نارنجی، سیم سبز شماره 7، نخ سفید، سنبه شماره 11، رنگ صورتی، رنگ سبز، قیچی منزلتون، دو عدد ساقه، اب برای رنگ کردن و یک اب برای اتو کردن، چسب حرارتی، اتو، یک شیشه برای اینکه زیر دستتون صاف باشه، فوم زرد و فوم سبز. حالا من الگوی کار رو برای شما معرفی میکنم. از سایز کوچیک 10 عدد، سایز بزرگشم 10 عدد، برگ 15 عدد روی فوم سبز، گل برگ ها روی فوم زرد. این مستطیل هم برای قنچه است که روی فوم زرد در میاریم به تعداد دلخواه. من کار رو قبلا برای شما کشیدم، حالا براتون در میارم. دقت داشته باشید که کاملا از داخل خودکار، داخل کادر در بیارید و رنگ خودکار اصلا نباید مشخص بشه. به این صورت. حالا من رنگش رو برای شما میزنم. رنگ صورتی. صورتی پر رنگ. طریقه رنگ زدن که ابرو به رنگ آغشته میکنیم. چند بار روی شیشه میکوبیم و سر کارمون رو رنگ کنیم. توجه داشته باشید بین قسمت زرد و قرمز باید یه حاله رنگ صورتی هم وجود داشته باشه، یعنی از کم رنگ بره به پر رنگ. پشت کارم همینطور. لبه کارمون رو رنگ میکنیم. رنگ گلبرگمون آماده است. حالا رنگ برگمون رو میزنیم. یه مقدار خیلی کم. رنگ سبز. برگمون رو رنگ کردیم. حالا قنچه. برای قنچه از رنگ گلبرگ یک مقدار وسط کارمون میزنیم. بعد با رنگ سبز دور کارمون رو به صورت یک نواخت رنگ کنیم. به این صورت رنگ کارمون هم تموم. برای اتوی کارمون ما احتیاج به ابر و سنبه داریم. اتو رو هم میارم نزدیک. اول بالای کارمون رو
اتو میکنیم، یه دونه این ور یه دونه این ور، یعنی حالت دوتا دایره میشه. بعد برعکس این، یعنی ما اینو از این ور گود کردیم، پایینشو برعکس گود میکنیم. به این صورت بزرگم همینطور، گلبند بزرگمون هم دقیقا به همین حالت. به این صورت اتوی اینم کامل شد. حالا برگمونو تو میکنیم، برگمونو میذاریم روی تو و تو دستمون میکشیم و یه پیچش میدیم. به این صورت حالا برای قنچم کار اوتومون تموم شده. برای قنچمون اولی سیم به اندازه 10-15 سانت میبریم، دولاش میکنیم، بعد با چسب حرارتی. ببینید اینو باید کاملا از وسط به حالت مثلث تا کنیم. به این صورت ما اینو تا میکنیم، با چسب حرارتی میچسبونیم. بعد وسط کارمونو چسب میزنیم و اینو ساقمونو یا همون سیممونو میچسبونیم و تاش میکنیم به این حالت. برای اینکه اینو قنچه کنیم، بعد از اینکه این تارو زدیم دوباره یه تای نصفه تا نصف تا میکنیم و دوباره اونو باز تا میکنیم، پایینش رو جمع میکنیم و با نخ میپیچیم و محکمش میکنیم. قنچه ما تقریبا آماده است. نوار کاترینش هم میپیچیم. قنچه‌مون آماده شده. حالا خود دونه گلمون رو مونتاژ میکنیم. برای این کارم باز یک تکه سیم تا میکنیم، پرچم داشتیم 3-4 عدد پرچم رو برمیداریم و تا میکنیم و سر سیم میپیچیم. دو تا گل برگی که داشتیم، سایز کوچیک و بزرگ، اول سایز کوچیک و به این حالت این گودی بیرون میمونه، میپیچیم و سایز بزرگم روبروش قرار میدیم و میپیچیم. به این حالت با نوار کاترین کار رو تمیز میکنیم. به این صورت حالا میریم سراغ مونتاژ کردن اصلی کارمون. ما دوتا ساقه داشتیم، دوتا ساقه رو از وسط روی همدیگه قرار میدیم به این شکل که بلندتر بشه.
با نوار کاترین محکمش میکنیم. طریقه بیشتر نوار کاترین از پایین میریم به سمت بالا و دوباره برمیگردیم به سمت پایین به این صورت. خب عزیزان، من از قبل کارا رو برای شما آماده کردم به خاطر کم بوده وقتی که داریم. حالا مونتاژ کار رو بهتون آموزش میدم. برای مونتاژ کارمون اول غنچه ها، بعد گلا، و برای هر گل یک برگ پایینش مونتاژ. حالا مونتاژ کار رو بهتون آموزش میدم به این صورت که الان مشاهده میکنیم غنچه ها احتیاج به برگ ندارن. یه غنچه بالا، و ستای دیگه دور اون غنچه پایین تر از اون. توجه داشته باشید که تعداد غنچه ها کاملا دلخواهه. میتونید تعداد غنچه هاتون رو زیاد و کم بکنید، ولی حتما باید غنچه وجود داشته باشه، نه اینکه بگیم اصلا نباشه. بعد دونه دونه گلا رو توجه داشته باشید که قسمت گلبرگ پایین باید رو به پایین ساقه گل باشه. به این حالت یه برگ برای هر گل، یک برگ. عزیزان توجه داشته باشید اگر خواستید این کار رو روی تابلو مونتاژ کنید، باید شاختون رو یک طرفه بپیچید، دور تا دور نه، فقط نه یک طرف شاخه پیچیده میشه. احتیاج نیست که مرتب چینده بشه، نامنظم هم بود مهم نیست، فقط دقت داشته باشید جاهای خالی پر بشه، یه طرف کامل پر نشه یه طرف خالی بمونه. و حالا آخری به این صورت. گلمونو حالت میدیم گنچه ها رو میکنم باز میکنم دیگه و ساقه رو حالت میدیم به این حالت. گل ما کاملا آماده شده،
من این گل رو داخل گلدون برای شما میذارم. اگر دقت داشته باشید میبینید که گلدون ما دیگه یواش یواش داره پر میشه. خب عزیزان، کار ما به پایان رسیده. امیدوارم که از کار ما راضی باشین. تا برنامه دیگری، گلی دیگر، خدا نگهدار.